بله، برگشتیم دوباره داخل استودیو و تشکر از اینکه تاکنون بیننده برنامه بودین. خیلی آهنگ زیبا و قشنگ بود، امیدوارستان کمی تانسته باشه برای شما هم آرامش هدیه کرده باشه. داخل استودیو بازم مهماندار هستیم و یک مهمان خیلی خوب و دوست داشتنی و نازنین در کنار ما شماست. مخصوصا در این فصل همه ما شما خیلی دوستش داریم، به کارهایش نیاز داریم، به زحمات و تلاش هایی که شب و روز انجام میدن برای مردم نیازمند تلاش هایشان هستیم و در ضمن سپاسمندشان. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام دکتر صاحب، بخواد شما، صبح شما، صبح بینندگان هم که عزیزتان بخیر باشه. دکتر حارس عارف ترنر متخصص ارتوپیدی هستند و امروز در داخل استودیو با ما هستند و در رابطه با درد مفاصل و تغییر فصل صحبت میکنن. همین که فصل گرما تمام میشه میریم طرف فصل خزان و آهسته آهسته طرف زمستان، باز دردهای مفاصل در نزد بیشتری افراد مخصوصا افرادی که محسن تر هستند شروع میشه دیگه. از همینجا ما هم از پیش از اینکه دردها شروع شود شما شکایت ها داشته باشید، دکتر ما با دکتر سه موضوع شروع میکنیم. دکتر سه، میشه در رابطه در اول بیایم در سر صبح گپ از درد بزنیم، درد مفاصل خودش چی است و چی خب وجود میاد؟ اول باید اینو بفهمیم که ما بیشتر از 250 الی 300 مفصل در بدن خود داریم. این مفصل های ما وزن بردار و غیر وزن بردار هستند. امراض مختلف میتونه مفصلای ما را مصاب بسازه، با مفصلای ما مشکل ایجاد کنه که باز از طریق درد ما میفهمیم که مشکل در این مفصل پیدا شده. یعنی درد بزرگترین کمک کننده به خاطر تشخیص یک مرض در هر قسمت بدن خصوصا در مفاصل است. میایم ای که آیا یک مفصل از سبب سایدگی درد پیدا کنه یا آیا سبب یک مرض روماتیزم، یک مرض دوامدار روماتیزم که همگی بیننده مطمئنن درباره شنیدن ای سبب درد شده، یا آیا یک التهاب یا یک چرکی شدن خود مفصل سبب درد شده، و آیا درد از دیگه جای به مفصل آمده. ما باید تمام این نکات بررسی میکنیم، باز بعد از او اطلاق میکنیم که اینی مرض در پیش است. مثلا سایدگی مفصل یا استیارتریت که معمول ترین سبب درد مفاصل در تمام سن خصوصا در سن کهولت است. یعنی کسایی که سنشان از 40 سال بالا میرن و خصوصا در پیش خانم‌ها بیشتر از مردها، چون پیش از سن 40 سال در پیش خانم‌ها دردای مفصل معمولا از سبب فعالیت هورمون استروژن کمتر میشه، بعد از اینکه هورمون کم میشه باز دردام در پیش از یا دردای مفاصل هم زیادتر میشه، چون پوکی استخوان در پیش از یا با وجود میاد، نرمی استخوان در پیش از یا با وجود میاد، خود از یا کل سبب از این میشه که در مفاصل درد پیدا شود. خب اینال وقتی که ما تمام این نکات بررسی کردیم دیدیم شاید ضرورت چه ما به یک مریض اکسری خود بتیم، اکسری یا امارای یا معاینه خون برش بتیم نظر بزی که کدام سببش است. بعد از اینکه در پیش از این تشخیص شد که اینمی سایدگی مفصل داره، بخیر تداوی از رو شروع میکنم. بله، حالا دکتر صاحب، بیشتر مریضا خودشان خود درمانی میکنن در خانه، وقتی که می هوا سرد شد یا درد مفاصل اگر هوا سردم نباشه نزدشان شروع شد، خودشان خود را پرهیز میکنن از بعض خوراکی ها و خودشان اضافه میکنن به خوراکی های خود بعض چیزا را. حالا توصیه شما چی است؟ خب متاسفانه ما همیشه که در کلینیک چی در معاینه خانه چی در شفاخانه که با یک مشکل که سر میخوره می است که با یک درجه پیشرفته پیش شما مراجعه میکنه مریضا، سببشان می است که به خاطر از این که خودشان مثلا در خانواده یک کس در گذشته دوای درد از پیش یک دکتر یا دوا به خاطر مفصل خود گرفته، نونمو را میان استفاده میکنن یا یک همسایشان از یک دوا استفاده کرده دردای از او خوب شده، باز در مسجد یا از مسجد تا خانه که میان قصه کرده یا در پیش خانه که میشینن باز وقتی که بین یک دیگه گپ میزنن میگه والا من اینی دوا را گرفتم، اینی برای ما بسیار فایده کرد، خودت هم از اینم بگی، بازم پاکتک از امور گرفته در دواخانه میبرن، اونم دوا را میگیرن، دردایشون یک مقدار کم میکنه، باز بعد از اینکه درجهش پیشرفته شد که دیگه با دوا و با او دوا کنترل نمیشه، باز مجبور میشن پیش دکتر مراجعه بکنن. باز در معاینه‌خانه یا شفاخانه که پیش ما میان که ما میبینیم درجهش پیشرفته میشده باشه، در او صورت هم دکتر لاچار میشه و هم خود مریض،
چرا که درجهش پیشرفته شده شاید ضرورت به عملیات باشه، مداخله جراحی باشه و یا شاید هم به تبدیل مفصل در پیش ضرورت باشه. دکتر صاحب، میشه داروها هم اثرگذار باشه؟ مثلا یک نفر یک مریضی دیگه داره، متواتر دارو استفاده میکنه، ممکن است که داروها اثرگذار باشه بیای درد مفاصل را به وجود بیاره نزد افراد؟ خب ما بیشتر براتون گفتم یک سبب دردای مفصل آمدن دردا از دیگه جای به مفصل است. مثلا یک آدم مشکل کمر داره، دردش به مفصل میه، درد ریفرال داره یا درد رجی داره، یک کسی که عضلش مشکل داره دردش به مفصل میه، یک کسی که چهار طرف مفصل خود ما میفهمیم که ساختمان ها و اینا هست، ساختمان های کپسول مانند از بورسا ها از التهاب از اونها تندون ها از التهاب از اونها میتونه که باعث درد در مفصل شد. به میشکل دواها هم وجود داره که ممکن به خود درد مفاصل زیاد کنه. امراضی هم وجود داره که ممکن درد مفاصل و یا عضلات اضافه زیاد کنه. مثلا خود کرونا، خود کرونا یکی از جمله امراضی است که مستقیما بالای عضلات عمله میکنه و دردای عضلی را اضافه میکنه. با دردای خصوصا که عضلاتی که در اطراف مفاصل وزن بردار از دینا بیشتر درد اضافه میشه، خصوصا ساق و پا درد می داشته باشه. و دواها مثل استرویدا کسایی که روماتیزم داره از اونا میگیرن و به یک کس دیگه هم توصیه میکنم اگه خودت هم می درد داری استفاده بکن. متاسفانه یک وقت میان که هم دیگک های از اونا سایده شده، خصوصا مفصل های دیگک و زانو میاد پیش ما که وقت گپ هم از گپ میگذشته باشه، ما مجبور هستیم که رو تبدیل کنیم و ساختگی برش بدیم. دکتر صاحب، از کرونا گفتین، یالا امو جان دردی سر و پای وحشتناک کرونا یادم اومد، چون ما یک بار بیشتر خطرناک کرونا رو تیر کرده بودم. بر صورتش حالا مریضا چگونه خودشان متوجه شان، قبل از اینکه به نزد شما دکتر صاحب مراجعه بکنن، خودشان چگونه متوجه شان که یک درد مفاصل که دارن، آیا سایدگی مفاصل و استخوان هایشان است یا نه فقط یک درد معمولی است؟ فقط مریضا که متوجه شد که درد درجه بندی داره یا نه، بله، فقط مریضا که متوجه شد که در مفاصلشان درد دارن و دردا سبب ناراحتیشان میشه و بیان، کافی است که پیش دکتر بیان. دیگه ای که سبب سایدگی یا سبب روماتیسم یا سبب دیگه است، اینا خود دکتر سیبا برشان تشخیص میکنن نظر به معاینات متممه و معاینات فیزیکی و تاریخچه را که از پیش مریض میگیریم. وقتی که تشخیص شد، باز نظر به زنمو برشان دوام میدیم و نظر به زنمو برشان توصیه خدا میکنیم. حالا یک تعداد هموطنهای ما، خب اگر درد مفاصل یا میسایدگی از استخوان ها و عضلات بیشتر میشه، این باز نیاز داره که میرن نزد دکتر صاحب و معایناتشان تکمیل شود و بعد از یک مرحله است که باز اونا به پیچکاری کردن و به تزریق و به چیزا رو میارن. ولی یک تعداد کسا هستن یک درد معمولی هم داشتن، میگن فلانی رفته بود نزد فلان، ما شنیدیم، زیاد شنیدیم این حرفا رو، به خاطر حالا میخوایم مطرح بکنم که حداقل برای هموطنای ما این موضوع صاف ساده شود که در کدام موارد و چگونه باید برن همچی یک کار انجام بدن. میگن فلانی رفته بود پیچکاری کرده بود، خیلی خوب شده، چند سال از دیگه درد نداره، درد زانو نداره، درد دست نداره، درد پا نداره، من میرم این کار انجام میتم. حالا این خودسری هایی که ندارای ما انجام میده چقدر میتونه خطرناک باشه؟ خب پیشتر خودت هم یک نکته را گفتی، به خاطر درجه بندی که آیا درجه بندی داره نداره، ما تداوی خود به اساس درجه بندی میکنیم. مثلا یک کسی که درجه اول است، ما بر از او دوا توصیه نمیکنیم، ما بر از او ورزش را توصیه میکنیم. یک کسی که درجه دو است، ما بر از او بر علاوه ورزش یک قلم دو قلم ادویه که لازم است بر از او توصیه میکنیم. کسایی که درجه 3 و 4 است، بر از اونها شاید زرقیات توصیه بکنیم، شاید مایع مفصلی توصیه بکنیم و یا ضرورت شد تبدیل مفصل در پیش انجام بدیم. یعنی از هر کس هم مرضش درجهش فرق میکنه. ای که ما از یک کس دیگه که یک مشکل دیگه داشته دوای از او را بگیریم، شاید ممکن ما را خوب بکنه. یعنی دوای درجه 3 را در دوای درجه اول بگیریم، یک گپ مناسب نیست. به مخاطر است که مریضا که میاد درجهشون پیش رفته میباشه، در وقتی که به تبدیل مفصل ضرورت میشه مراجعه میکنه. دکتر صاحب، میخوایم این موضوع رو بدانم که تشوشات و استرس چقدر میتونه در درد مفاصل نقش داشته باشه؟ خب استرس قسمی که در تمام سیستم های بدن ممکن مشکل ایجاد بکنه، از جمله خود مفاصل است که سپازم عضلی را ممکن با وجود بیاید، یا خود بیخی ضعیفی و شلی عضلات ممکن با وجود بیاید که خود از این وزن سر مفاصل زیاد میکنه و ممکن اصاب از او درد مفاصل زیادتر شود، تخریبات در مفصل زیادتر با وجود بیاید، که خصوصا در این شرایط که از هر طرف جوانا و هر طبقه زیر فشار است، در پیش از این ممکن که دردا که بیشتر بیز استرس داشته باشند با وجود بیه، که ورزش های خاص را که وجود داره به خاطر ازمی و توصیه های خاص دیدن با روانشناسا، گرفتن بعض اقلام دوایی و گپ زدن و یا سخن گفتن با
دکتر معالج خود ممکن مشکلات شان حل. دکتر صاحب منایس آخرین پرسش میخوام بدانم، افرادی که اضافه وزن دارن، بعضی ها خیلی وزنشان زیاد است، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه بالای دردها و درد مفاصل وزن اضافه خودش؟ یکی از اسباب سایدگی مفاصل چاقی است یا بلند وزن، زیاد وزن داشتن است. یکی از اسبابش و اسباب خیلی زیاده کلانش همی است. در بسیاری کشورها بر علاوه افغانستان همی مشکلاتشان است و بر علاوه از خود ژنتیک میتونه سبب ازی باشه، یعنی یک از به صورت فامیلی ممکن که مرض سایدگی مفاصل بگیره. و نکته آخره که خودم میخوایم برشان بگویم، چون هوا سرد شده و موضوع برنامه تانم به می دلیل گرفته شده بود که فراموش خودتان نشه از مام، دعوای سر دردای مفاصل عضلات زیاد میشه. با مو خاطر و سه قسمت بدن است که امی حرارت بدن زایه میکنه، گرمی بدن که سر است، پاها است و دستا است. یعنی اینمی ها رو پوشش باید بدن. درست. یعنی جراب بپوشن، دستکش بپوشن، کلاه بپوشن که بتانن حرارت نگاه کنن در بدن خود، که خود نگاه شدن حرارت باعث گرمی بدن میشه و گرمی بدن باعث ازی میشه که دردا بالای یک فرد زور نشه و دردای پیری یا دردای کهولت خصوصا در پیش از اشخاص مسن که هر کدام ما در خانواده داریم زیاد نشه. و در ضمن ازی غذاهایی که خاصیت گرم دارن، بله، مثل که در بین مردم چاوه مشهور از بنام چاوه میشه، از اونها استفاده کنید. یا برعکسش مثلا کسی که درد مفاصل داره در خانواده برش بیشتر میگن ماست نخور، رومی نخور. بله، در کار غذاهایی که خاصیت سر داره مثل دوغ، مثل ماست، خصوصا ماست ترش، مثل بانجان سیاه، خربوزه مال با وجود از اینکه کم است ولی از خود از یکی از تحریک کننده های دردای مفاصل از ثابت شده ای، از این غذاها جلوگیری بکنن. تندی و ترشی بیش از حد بر علاوه از اینکه بالای معده تاثیر داره، بالای مفاصل هم تاثیر داره، این از اینیا پرهیز کنم و غذاهای گرم بیشتر بخورم. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین دکتر صاحب، از اینکه تشریف آوردین. سلامت همتن عزیز، امیدوارم حرفای خوبی را که دکتر صاحب گفت مورد توجهشان مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. حالا من خنک خوردم رفتم گپ دیگه طرف. به هر صورتش من باید خودم گرم نگاه کنم، قسمی که دکتر صاحب گفت موی حرارت بدن وقت بیشتر از دست میتیم. همکارای به میگه پیر شدین، معلوم دارست ما پیر شدیم، دای جوانی ندارم. به هر صورت بریم طرف یک وقفه کوتاه، زود برمیگردیم.